بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کنیم پرزنتیشن امروز. ارائه که من خدمتون دارم درباره شیگرایی توی حال جاوا اسکریپت و یه مقداری هم تعریف کلیش. سلام عرض می‌کنم. سلام. تعریف کلی شیگرایی و اینکه توی جاوا اسکریپت به چه شکلی پیاده شده و ما می‌تونیم ازش استفاده بکنیم. فردا بله آقا سجاد همه هستن. فردا قرار هست که یه مقدار در مورد فانکشنال پروگرامینگ بیسیکش بگم، یعنی ریاضیاتی که باعث شده یه همچین نحوه نگارشی بیاد، و یه مقدار در مورد حالا یک دیگه از پارادایما صحبت میکنم و ادامه میدم. یه نکته‌ای که من همیشه تو ارائه‌هام رعایت میکنم اینه که یه حالت بازی طوری سعی میکنم توش باشه، ولی این دفعه وقت نکردم خیلی روش وقت بذارم و یه چیزی طراحی بکنم. الان فقط یه راز هست توی ارائه امروز و فردا که هر کسی بتونه بگه، حالا یه جایزه ای هم در نظر میگیریم براش، کسی که بتونه حالا کشف بکنه اون راز چیه. رازم توی اسلاید هست. خب داشتم میگفتم جایزه رو حالا هنوز مشخص نکردم، گفتم فرصت نکردم خیلی فکر کنم، ولی مشخص میکنم. گفتم امروز در مورد object oriented programming صحبت میکنم، فردا یه بیسی. فکر کنم موس منم نمیبینید، اجازه بدید. خب الان میبینید پوینترمو؟ آه موس هم میبینید، حالا ضرر نده. فردا در مورد فانکشنال پروگرامینگ بیسش صحبت میکنم، بیس ریاضیش، و یه مقدار در مورد حالا پارادایم دیتا اورینتد یا داده‌گرا، حالا میشه گفت که بیسش بر اساس ساختار داده است، و خب کلیت این ستا و خیلی پارادایم دیگه هم که وجود دارن، این الگوها حالا خیلی تاثیر گذاشتن توی ساختار زبان‌های برنامه‌نویسی، توی نحوه حل مسئله ما و خیلی چیزای دیگه. یعنی با این الگوها، با هر کدوم از اون الگوها یا حتی ترکیبشون، ما میتونیم مسائل رو طوری حل کنیم که حالا با توجه به اینکه هر پارتایم روی چه چیزی تمرکز داره، توی اون چیز بهتر بشه. مثلا object oriented روی خانایی کد خیلی تمرکز داره، functional programming مزیتش توی توانایی موازی سازیه، و حالا چیز دیگه که جلوتر در موردشون صحبت می‌کنم. خب object oriented چیه؟ object oriented بر اساس مدل سازی ریاضی ساخته شده. اول بپرسم چند نفر فکر می‌کنم همتون قطعا کد زدین قبلا، شیگرا چند نفر کار کردن؟ تو جاوا اسکریپت هم کار کردین؟ اسکیپ کار نکردین؟ خب همه دوستان تقریبا کار کرد، جاوا اسکریپت نه. خب حالا پس من از بیس آبجکت سعی میزم میرم سراغ هم جاوا اسکریپت. مدل سازی ریاضیه یعنی چی؟ یعنی ریاضیات میاد میگه که خب من طبیعت رو میخوام مدل بکنم، میام یه مقداری ابسترکتش میکنم، انتزاعیش میکنم که بشه ساده تر بهش نگاه کرد، و object oriented هم اومده از همون مدل نگاه کردن استفاده کرده، که خب خیلی به طبیعت احترام میذاره، اینکه چه روابطی بین اجزا هست، چه شکلی داره و اینجور چیزها رو بهش احترام میذاره، در واقع تو خودش نشون میده، و باعث میشه خب نزدیک به واقعیت باشه. چیزی که خیلی روشون تمرکز داره ویژگی ها و کار کردن، یعنی اتریبیوت ها و فانکشنالیتی. یعنی ما میایم میگیم که خب یه جسمی یک سری ویژگی ها داره، مثل رنگش، مثل حالا شکلش، میتونه مربعی باشه، مستطیلی باشه، از این قبیل چیزها که به عنوان اتریبیوت های یک شی شناخته میشه، و کارکردها یا فانکشنالیتی هاش که مثلا توی لیوان میشه آب ریخت پر بشه، یا مثلا دکمه گوشی رو بزنی صفحش روشن میشه، اینا فانکشنالیتی شن که اینها رو سعی میکنه شبیه سازی بکنه.
نکته خیلی مهمی که object oriented داره اینه که خب با طبیعت سازگاره و ما راحت تر میفهمیم چون از کودکی با طبیعت سر و کار داشت. و خب سرعت کد زدن هم میبره بالا. حالا دوباره کد زدن رو از بین میبره، ما میتونیم از کد هایی که زدیم دوباره استفاده بکنیم و یه سری کارهایی میشه توش انجام داد. حالا به اسم جلوتر میگم انکپسولیشن، که ما میتونیم بخشی از دیتا ها رو از دید کاربر و حالا کسی که از اینترفیس ما استفاده میکنه مخفی بکنیم و یه مقدار امنیت کدمون رو به قولی بیشتر کنیم. خب از الان دیگه میریم تو حالت کلاسی عادی. اسلایدار رو من میارم، بعد هر اسلایدی میریم رو کد و یه مقداری کار میکنم. دوستان فقط خواهشم بپرسید، من چون تجربه یه کلاس آنلاین هم نداشتم، حالا هرچند این چند جلسه رو زیاد دیدم ولی خب خودم معلم نبودم، سوال بپرسین و بذاریم که اینتراکتیو باشه. خب انکپسولیشن چیه؟ شما دست شما دارم. شما فرض کنید که ما یه سری کد زدیم و میخوایم که اینو دیباگ کنیم. یک باگی مثلا توی این خط پایین پیدا میکنیم و نمیدونیم که این باگ مال کجاست، این دقیقا از کجا نشأت میگیره. درسته دیباگر نشون میده مال این خطه، ولی به نظر میاد که مال یکی از خطوط قبلیه و ما نمیتونیم منشأ اون رو دقیقا پیدا بکنیم و توی کل کد مجبوریم بگردیم و دنبال رفع خطا باشیم. بله اینا کدهایی هستن که با هیچ پارادایمی زده نشدن و واسه همین میبینید که خیلی به هم ریخته و ناخوانا است، اصلا نمیتونیم بخونیم که چی نوشته شده. یا مثلا یه خط کد اینجا هست که اینجا تکرار شده و ما دوست نداریم که این اتفاق بیفته. به همین خاطر میایم دسته‌بندی میکنیم هر قسمتی از کد رو توی یه سری بلاک ها و میگیم که خب هر بلاکی وظیفه داره که کار خودش رو به نحو احسن انجام بده و مسئول استیت خودشه، یعنی استیت خودش رو دیگری نمیتونه تغییر بده و ما برای اینکه استیت این بلاک رو تغییر بدیم باید از خودش بخوایم. و خب یه سری توابع داره، یه سری متغیرها داره که تو خودش تعریف شدن که حالا یا از درون خودش در دسترسن یا نیستن. و یه سری روابط بین این بلاک ها تعریف میشه. این ساختار چه مزیتی واسه ما داره؟ اینکه خب کد ها به دسته های کوچیک‌تر تقسیم میشن و ما برای اینکه باگ های این قسمت رو مثلا بخوایم برطرف بکنیم نیاز هست که فقط روی همین تمرکز کنیم و بخش زیادی از کد بریده میشه، کنار گذاشته میشه و ما میتونیم راحت تر کدمون رو دیباگ کنیم. یا حتی نیازی نیست وقتی داریم روی این بلاک کار میکنیم دیگه به اون بلاک های دیگه فکر کنیم و نیاز باشه که بدونیم این دیتیل اینا چیکار میکنن، جزئیاتش دیگه برامون مهم نیستش، فقط کافی بدونیم که این بلاک مثلا یه سری کارهایی انجام میده، این فانکشن رو داره، دیگه مهم نیست اون فانکشن چجوری کار میکنه یا چجوری پیاده سازی شده و همینطور این بلاک های دیگه. واسه همین میشه راحت تر تمرکز کرد روی همین تیکه بلاک و این رو بهتر دیولپش کرد. حالا این چیز حرفایی که در مورد این بلاک و روابط زدم با شما توی بله پیچیدگی به شدت کمتر میشه. این ساختار بلاک بندی و رابطه بینش رو شما توی اسمش سرویس اورینتد آرکیتکچر، معماری حالا سرویس محور میشه بگو، تو اون میبینید، تو میکرو سرویس ها میبینید، توی فانکشنال پروگرامینگ هم حتی هست. یعنی ما الان اینجا بلاک هامون کلاس ها هستن، تو فانکشنال پروگرامینگ بلاک هامون توابعن و البته خب دیگه خیلی، یعنی بلاک های کلی نمیشه اصلا، بلاک های خیلی کوچیک کوچیکی هن که کنار هم یه کلی رو تشکیل میدن. خب هر کنون از این بلاک ها توی جاوا اسکریپت یه سری متد دارن، یه سری پراپرتی. پراپرتی همون وریبل های مان، متدان در واقع همون پراپرتیان که تابعن، که خود در این باره صحبت کردیم که توابع میتونه توی وریبل ها جا به جا بشه و حتی استفاده بشه. ولی یه نکته خیلی عجیبی که هست اینه که توی آبجکت ها که نه، توی کلاس های
جاوا اسکریپت از متدها فقط میشه استفاده کرد و از پراپرتی ها نمیشه. یعنی چون نمیتونید بگید که مثلا var name مساوی مثلا مبین، باید حتما از متدها استفاده کنید واسه نامگذاری اینها. حالا جلوتر میگم آره برعکس علم تعجبه، حالا همینجوری برعکس گذاشتم، نه نه این ربطی به رازش نداشت. بعد این علم تعجبه گذاشتم واسه اینکه متدها خودشون نوعی پراپرتی ان، اما ما به طور خاص نمیتونیم پراپرتی تعریف کنیم و فقط از متدها میتونیم استفاده کنیم. یه جور حالا این زیر مجموعه از این میتونیم استفاده کنیم، برای استفادهش بعد از این استفاده بکنیم، انگار که یه دوری داره. حالا جلوتر باش رو برو میشه. بله در مورد پروتوتایپ هم جلوتر صحبت میکنم، منظورم به طور مستقیم بود به طور کلی. خب کلا حالا متدها پراپرتی ها به دو دسته تقسیم میشن، پابلیک و پرایوت. پابلیک خارج از بلاک هم قابل دسترسیه که همونجور تو روابط تعریف میشن، و پرایوت فقط داخل بلاک در دسترسه. اما باز چیز عجیبی تو جاوا اسکریپت هست اینه که این متدها و پروپرتی هایی که پرایوت هستن تو زبون های دیگه تو جاوا اسکریپت وجود نداره. یعنی شما نمیتونید یه چیزی رو پرایوت تعریف کنید و همه چیز به طور عادی پابلیکه، و کاری که برنامه‌نویسا میکنن میان اینو فیکش میکنن. این چی؟ مثلا میان میگن که خب ما اون اتریبیوت ها اون متد هایی که میخوایم پرایوت باشن و با اندرسکور شروع میکنیم، که یعنی شما بدونید اینا پرایوت هن پابلیک نیستن. یا مثلا یه سری مثلا انونیمس فانکشن میتونن استفاده بکنن، یا از این قبیل کارها که نش از بیرون بهش دسترسی داشت. ولی خب مثلا تو زبون سی و سیپل میشه قشنگ استاتیک تعریف کرد که این پابلیک و اون پرایوت. بله تو پایتون هم به همین شکل همه چیز به طور پابلیک در دسترس همه جا هست. خب حالا میخوایم در مورد متدا صحبت کنیم. همونجوری گفتم همون خصیصه ها فقط از جنس توابع. نکته ای که هست تو متدا اینه که وقتی یه متد توی یه آبجکت هست یا توی یه کلاس هست، وقتی اشاره دیس رو فراخوانی میکنیم، اون دیس به اون آبجکته که دور اون فانکشن هست اشاره میکنه، و واسه فراخوانی یه تاب توی یه کلاس یا حالا یه آبجکت دو تا روش داریم. حالا شاید روش بیشتری باشه، من بلد نباشم. یه روش روش عادیشه که با هم میبینیم، یه روش هم استفاده از متد کال که قراره الان بریم تو کد و ببینیم. خب این قسمت رو من اینم بیارم. همونجوری یه تابه ساختم که یه اسم میگیره، یه حالا عدد اسمشو گذاشتم که میتونه تغییر پیدا بکنه، و این تابه تنها کاری که میکنه اینه که یه اسم میگیره و اون اسم رو چاپ میکنه و یه سلام میکنه. اومدم یه آبجکت ساختم، یه اتریبیوت داره، یه پراپرتی داره به اسم نیم که مقدارش پارساست. این فانکشن say hello رو اینجا بهش اضافه کردم و میام اینجا فراخوانیش میکنم. خب الان سیوش نکردم، رانشم بکنم، میبینیم که میرسه hello dear person. خب حالا در مورد دیس صحبت کردم. الان این دفعه من یه تابه تعریف کردم و توش به جای اینکه حالا ورودی بگیرم اون حالا اسم و اون حالا قسمت ادبش رو، از دیس استفاده کردم. دقت کنید این فانکشن خودش دیس توش معنی نداره. یعنی اگر من این فانکشن رو به خودی خود صدا بزنم، undefined میده، چون میگه که اصلا دیستات ادب تعریف نشده.
حالا میام دوباره دوتا آبجکت تعریف میکنم، مقدار دکیاشون رو میکنم و وقتی صداشون بکنم اونها رو، یعنی بگم که پرسون یک میاد جفتش رو فراخوانی میکنه و هر کدوم متناسب با خودش مینویسه. دقت کنید که اینجا تابهه یه بار تعریف شده، دو بار فرستاده شده، ولی تأثیری توی چیز نداشته. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم که این دیسه مثلا دفعه اول که اینجا بایند میشه به این آبجکت اول اینجا دوباره تغییر میکنه، یعنی اینجا هم همون اولی فراخوانی میشه. نه اینطور نیستش. تو هر آبجکت که میره توش به همون بایند میشه. هندونه خب آها پرینس، اوکی پرینس علی منظورم پاپولار هست. آره گفتم که آیا جنبه تنظیم داشته باشه یه ذره. حتی پرینس علی نمیدونم میدونی نه علاءالدینه، یعنی علاءالدین رو میگم پرینس علی، این شخص خاص قشنگ دیگه. منظور علی عسکری نیست که حالا یه پرینسی هم بیاد. چرا شاهزاده میشه؟ میگم به علاءالدین میگم پرینس علی. حالا کارتونش هم اگه دیده باشین متوجه منظورم میشه. خب یه فانکشن هم گفتم، فانکشن کال داریم. نه اینم را قشنگ همه حواسشون هست که راز رو پیدا کنیم. کلاس زبان نیستش، بیشتر کلاس داره انیمیشن اینجوری شده میشه گفتش. خب گفتم یه فانکشن کال هم داریم که میشه با استفاده از اون یه تابه رو فراخوانی کرد. این تابه کال به عنوان اولین ورودیش یه آبجکت رو میگیره که قراره دیسه این فانکشن رو به اون بایند کنه. یعنی من اینجا گفتم که برو دیسی که توی این فانکشن استفاده شده رو بایند کن به این پرسن دو. خب و در ادامه بقیه ورودیاشو میگیره. دقیقا نفهمیدین که دیس دقیقا چیکار میکنه. ببینید دیس میاد، بذارین اینجور بگم. الان شما فرض کنید من این تابه رو خب پرتیر جاوا اسکریپت هم ندارم، اینجوری تعریف کنم. خب حالا این دومی کاری نداریم فعلا، میاد کارش انجام میده. خب این دیس اینجا بایند شده به این آبجکت. اینو فکر کنم آقای عسکری هم توضیح دادن تابه که دیس. خب نه 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 ببینید من میخوام از این تابه توی آبجکت ها استفاده بکنم. دیس رو توضیح ندادن. خب حالا من یه توضیح میدم، ایشون بعدا قراره که قطعا روش صحبت بیشتر بکنه. این دیس الان بایند شده به این آبجکت و میاد میگه برو توی این آبجکت بگرد اتریبیوت عدد رو پیدا کن یه جای این بذار. خب بذار اینا رو من خودم دستی. پس این دیسه میره توی این آبجکت رو نگاه میکنه، میگه خب عدد اینه، میاد میذاره اینجا. و توی این آبجکت با توی این آبجکت فرق داره دیگه، یعنی عدد این با عدد این فرق داره. لذا این تابه رو وقتی یه بار با پرسون یک فراخوانی میکنم، یه بار با پرسون دو، اون قسمت دیس میره فقط به همون آبجکت اشاره میکنه. یعنی دیس این میره به پرسون یک اشاره میکنه، دیس این سهلو میره به پرسون دو اشاره میکنه. الان متوجه شدین؟ آره تو همون اسکوپو میره میگرده. و من حالا بزنین برگردم اقرب. با اینکه فانکشن رو بیرون از آبجکت ها تعریف کرده بودم،
توشون که میام میذارم تو اون آبجکت، میام میگم خب این سری هلو بیار بذار تو این آبجکت، اون آبجکت اون تابه همونجا بایند میشه به این پرسنه و دیسش تو اسکوپ این آبجکت میره و سرچ میکنه. اوکی شد؟ الان متوجه شدین؟ الان چه نقطه مبهمی هستش تا اینجا؟ فیلم کنم ساده هست، این دارم زیاد از حد توضیح میدم. خب این تابع کالم پس توضیح دادم، بعد الان دوباره میگم ما میتونیم توابع رو با این تابع کال فراخوانی کنیم. یعنی به جای اینکه بیام من این کار رو انجام بدم، بیام میگم که اون تابع سی هلو رو کالش کن. چجوری؟ پرسن دو آبجکت رو بهشون پاس بده، یعنی دیسه توی این تابه بایند بشه به اسکوپ این پرسن دو. خب و در ادامه اون متغیرهایی که قرار بود اون سی هلو ورودی بگیره، که ببینید یه هایی بود اون قرار بود ورودی بگیره، رو در ادامه بهش میدم. حالا هر چند تا باشه میتونم بنویسم، همجوری دیگه همه ورودیاش در ادامه میاد. که الان اینو من سیو کنم. اینجا همجوری که میبینید این پرسن دو say hello که فراخوانی شده اومده همون دیفالت های رو استفاده کرده، hello رو استفاده کرده، گفته hello پرنس علی و با کال که فراخوانی کردم، یه لحظه صبر کن الان میگم که صحبت کنید ببخشید، با کال که فراخوانی کردم رفته پرسن دو رو بایند شده و نیو بایند شده دیستش به پرسن دو و با های فراخوانیش کرده که اینجا میگیم های هستش. خب بفهمید صداتون رو بس کنید. سلام. یعنی در اصل این کار میکنیم یه فانکشن رو که ورودیاش توی یه آبجکت هست رو به همدیگه وصل میکنیم، درسته؟ نه نه نه، ببینید همین مسئله دیسه، دیس میگه این آبجکتی که من الان دارم برو تو اون بگرد. خب الان بزن من اینجا یه عدد تعریف کنم. مساویه مثلا چی چی خیلی چیز مهمی هم نیست. اینو دیستش رو بردم بینم چه اتفاق میفته. خب دین چه اتفاقی افتاد؟ این میاد تو اسکوپ فانکشن میگرده. خب اسکوپ فانکشن الان گلوباله، میاد کل کد رو بررسی میکنه. خب اینجا عدد هست و جی جی مقدارش و میاد همون جا گذاره میکنه. اما اگه اینو نداشته باشم یا اصلا داشته باشم، خب اینجا دیس رو استفاده کرده باشم، اینجا دوباره میاد میره تو همون جایی که بایند شده بهش، تو همون اسکوپ میگرده. یعنی الان اینجا تو پرسون یک میگرده، اینجا توی پرسون دو میگرده، اینجا هم که باز چون پرسون دو رو پاس دادم به اون بایند شده. خدا شد که با گوشت و پوست خون بتوش. کسی دیگه هست سوال داشته باشه، موردی باشه بخواد مطرح کنه یا بپرسه؟ دوستان سوالی دارین؟ نه نه. دو سه نفر دیگه هم واکنش نشون بدن. آرگومان های کال اولیش آبجکت، در ادامه بقیهش آرگومان های خود تابه. خب یعنی اینجا این سی هلو قرار بوده مثلا چه میدونم سلام بگیره. خب این سلامت جایگزین کنه، من این هایه رو میام اونجا میذارم. حالا اگه قرار بود این سی هلو چند تا آرگومان دیگه هم بگیره، اونا رو در ادامه میذاشتن. اون اولی هم همون آبجکتیه که این سی هلو قراره بایند بشه بهش. الان اوکی شد. خب ادامه بدیم. نه چقدر سخته بریم. خب خب
اونو که روش کنیم. پروتوتایپ ها، پروتوتایپ ها به عنوان پشتیبان برای خصیصه هایی که موجود نیستن استفاده میشن و به صورت بازگشتی بررسی میشن. حالا این که این یعنی چی رو توضیح میدم. حامل ویژگی های مشترک چند ابژه. ابژه همون آبجکته. خب به عنوان پشتیبان واسه خصیصه ناموجود، یعنی من اگر بخوام مثلا یه آبجکتی ساختم همون به اسم پرسن، بگم که فامیلی نیمش رو برگردون، خب این که میبینه فامیلی نیم نداره اصلا، پس میره دنبال توی پروتوتایپش میگرده که آره این خصیصه توی اون پروتوتایپ هست یا نه، و خب قطعا شکست میخوره چون فامیلی نیم به تو پیش فرض توش نیستش. اما مثلا تبدیل به استرینگ، مثلا تو استرینگ رو میخوام که ببینم آیا ازش میتونم استفاده کنم یا نه، کال فراخوانیش که میکنم میاد میبینی خب تو پرسن یا همچین متدی اصلا تعریف نشده، میره تو پروتوتایپش نگاه میکنه، پروتوتایپش اون احتمالا داره یا نداره، و اگر نداشت دوباره میره تو پروتوتایپ، پروتوتایپش هم میگرده که نهایتا قایت همه این پروتوتایپ ها object dot prototype هه. که همه object ها از روی اون پروتوتایپ ساخته شدن و توی اون میگرد، اگه توی اونم نبود دیگه undefined برمیگردونه، ولی اگر که بود مثلا همینجا تو string که هست از اون method توی اون پروتوتایپ استفاده میکنه. به صورت بازگشت، یعنی اگه تو این نبود می تو پروتوتایپ پروتوتایپش میگرد. و خب این سوالم باز میذارمش که یه نفر بره تحقیق بکنه این object.prototype که گفتم جد همه object هاست چیه، به چه دردی میخوره، چجوری میشه باش کار کرد و این چیز ها. خب خداش آنلیمیت هم شد. کی تقبل میکنه این رو بره در بیاره؟ من تو MDN خودم یه چیزای خوبی دمده شدم خوندم، تو اونجا هست، هر جای دیگه هم باید مطالعه بکنه. آقای قواسیه اوکی، آقا میان ایمان این با شما پس روز پایین نه دیگه، آقا ایمان سریع تر گفتن حالا بهشون بده. این رو لطفا آماده بکنید، حالا توی یه فیلم یا اگه دوستان مطلبی توی لایف بوک هم بذاریم دوستانم استفاده کنن. خب قسمت پروتوتایپ دست شما داره. جواب شماره 3. حالا میخوایم در مورد کاری که پروتوتایپ ها انجام میدن صحبت کنیم. ما یه تابعی داریم به اسم create که میاد از روی یه پروتوتایپ، یا حالا میشه تو زبونه دیگه اگه دیده باشیم مثلا اسکیما، از روی این پروتوتایپ یه آبجکت بسازم. خب الان من یه آبجکت تعریف کردم اینجا که یه فانکشن speak توش داره که هر خط حرفی که بهش بدم میاد اونجا میگه که فلانی این حرف رو زده و از this.name هم استفاده کردم که خب این this bind شده به همین پروتوتایپ person. میام اینجا دوتا آبجکت ازش میسازم، person 1 و person 2، اسماشون رو تغییر میدم و نهایتا فراخوانیشون میکنم که اینجا میتونیم ببینیمش. این پروتوتایپ ها خب بیس و پایه تمام حالا چیزهای هم آبجکت هم کلاس ها کلن شیگرایی توی جاوازکریپت هم، و خب همونجور که میبینین انگار که این یه کلاس که من از روش حالا اینستنس هایی ساختم و امتونم متغیرهاش رو مقداردهی بکنم، و همونجور که میبینید یه پروتوتایپ وقتی که از روش یه نساخته میشه دیگه دو تیکه شده. یعنی چی؟ یعنی اگه نیم اینو مقدار دهی کنم، نیم اینو مقدار دهی کنم، اوور رایت نمیشه، یعنی نمیره بگه که برو از همون آبجکت
نیمش رو تغییر بده. یه آبجکت جداست، اینم یه آبجکت جداست، یعنی اسکوپاش کاملا متفاوت میشن. و خب میشه از این برای ساختن حالا آبجکت های مختلف با یه استراکچر مشخص استفاده کرد. اسپار مقداری نمی کردی چی می شد؟ تست کنیم. فیلم کنم undefined بده. آره undefined می ده. چون که تو اون پرنتم تعریف نشده، اما خب مثلا اینجا من تعریف کنم، اینجا که نمی تونم تعریف کنم، میام اینجا میگم که this.name مساویه parson. اینجا چرا اوورایدش نکرد؟ آها این به طور پیش فرض مقدارشو که پارسا میکنه. خب اینجا متوجه شدیم قاعدتا، و نکته اینجاست که من اینجا مقدار دهش میکنم، خب ولی اینجا که فراخوانیش میکنم، چون این تابع دوباره فراخوانی میشه دوباره عوض میشه، لذا اون تابع واسش میفته. این کار خوبی نیست واسش. میتونم اینجا یه تابع set name تعریف کنم که name رو بگیره this.name رو بذارم مساوی name. با این کارم نمیشه این کار کرد. نه همونجوری گفتم کلن آبجکت ها، البته چرا آبجکت، من چرا حس میکنم که کلاس، اسمش رو میذارم نیم مساوی پارسا. چی شد؟ بله بله ببخشید، من چون جاوا اسکریپت کد نمیزنم میکنی سخت. نه من الان زبون اصلی پایتونه، با پایتون میشه کار میکنم. خب همونجوری میبینید پیش فرضش پارساست، ولی اینجا که تغییر دادمش خود علی رو استفاده. خب الان کسی سوالی داره در این باره؟ یا مثلا از کتاب اگه قسمتش رو خوندین و گنگ بوده تو این قسمت پروتوتایپ ها بگیم درمونش صحبت کنیم. این کلاس نیست، نه این یه آبجکته، این یه آبجکته که حالا به عنوان پروتوتایپ ازش استفاده کردم و ازش آبجکت های دیگه ای ساختم. کلاس رو جلوتر درمونش صحبت میکنم. میشه با همینا کلاس رو شبیه سازی کرد و تا مدت ها اصلا جاوا اسکریپت کلاس هم نداشته حتی، یعنی با همینا پیاده سازی میکردن چون فانکشنال بوده اول، یعنی با تفکر فانکشنال ساخته شده، بعدن گفتن خب ابجکت اورینتد بیاریم توش، واسه همین نبوده کلاس. اما فکر کنم مثلا 2015، یعنی اکما اسکریپت 2015 اگه اشتباه نکنم، کلاس ها هم اضافه میشن بهش و اصلا کیورد کلاس بهش اضافه میشه، میشه ازش استفاده کرد. بله حتما کد و فایلش رو براتون میفرستم. موردی هست کسی بخواد بگه؟ سوالی دارید؟ یه چند نفر دیگه هم بازخورد دادن. من خودم حسم اینه که کمی خسته کننده است، یعنی هم کنده هم ساده است. دستتون درد نکنه. خب بریم سراغ کلاس. یه قراردادی که هست توی جاوا اسکریپت میگن کلاس ها رو با حروف بزرگ شروع کنید که بتونیم از فانکشن ها تشخیصش بدیم. که حالا این قبل از اینکه کیوردام بیان واسه اینکه آبجکت اورینتد و
شبیه سازی میکنن از این مسئله استفاده میکردن. یعنی میگفتن که خب ما که نمیدونیم کلاس فرقش با آبجکت چیه، یعنی از رو کد ساختار کد نمیتونیم بفهمیم، پس حرف اولش رو بزرگ بذاریم. الان هم همونه، یعنی برای اینکه بشه تشخیصش داد میگن که حرف اول بزرگ بذاریم. همونجوری گفتم بهشون نمیشه خصیصه غیر تابع اضافه کرد، سینتکس ارور میده. همونجوری گفتم از خصیصه غیر تابع نمیشه استفاده کرد، یعنی نمیتونم بزن نیم دو نقطه مثلا پارسا و میگه که شما نمیتونید همچین کار میکنید، ارور میده. حالا تو کتاب نوشته و قراره بعدن اضافه بشه، ما امیدواریم که بعدن اضافه بشه، اما خب راههایی هست واسه این که این رو ازش استفاده کنیم. حالا جلوتر میگم، تقریبا آخره کلاسه و میشه توابع، خود کلاس ها میتونن مثل توابع آنونیمس باشن. یعنی چی؟ یعنی بدونین که نیاز نیست ما تعریفش بکنیم بعد بریم از روش یه آبجکت بسازیم، میتونیم همونجا که تعریف میکنیم یه آبجکت هم از روش بسازیم، بریزیمش توی وریبل و دیگه باهاش با کلاس کار نداشته باشیم. حالا کلیت کلاس ها چی هن؟ کلاس ها یه سری ساختار هن که ما میسازیم و از روی اون ساختارها حالا میتونیم یه سری آبجکت ها رو بسازیم که قرار من یه همچین نقشه ای بکشم. ای امان رفت قبلی آن یه همچین نقشه بکشم بدم آقای عسکری، انشالله شرکت رو یه همچین چیزی بسازن، ساختمون جدیدش رو. الان نیستن تو جمعمون اگه شروع نکنم. آره نیستن، بعدن که ویدیو رو میبینن حالا نظرشون رو میپرسن دیگه. خب پس میشه از روی نقشه کلاس آبجکت هایی با شکل و شمایل مختلف ساخت. برای شما قراره چیز بسازن، میتونید برای شرکت بسازیم، حالا بدیم دست شما استفاده بکنید. خب من اینو دور برشم بیارم اینور. این که چیزی که گفتم این چیزی که تا اینجا گفتم خب تو همه زبون‌های دیگه هم بوده و قطعا باش آشنا هست. حالا اون موقع ها که کلاس نبوده، اون قدیم الایام، میومدن با فانکشن سعی کردن یه همچین چیزی بسازن. میگفتن چی؟ ما یه تابع میسازیم که این کنستراکتور یا سازنده یک کلاسه که حالا اگه نشنیدین جلوتر میگم در موردش. میاد یه حالا اتریبیوت ها هر چیزی که لازمه رو ورودی میگیره این تابه، خودش یه آبجکت میسازه، اون مقدار دهی های لازم رو توی اون آبجکت انجام میده، نهایتا اون آبجکت رو برمیگرده. کمجوری میبینید این آبجکت هم از روی اون پروتوتایپی که این بالا تعریف کردیم ساخته شده و خب مقدار برگشتین یه آبجکته و میومدن اینجوری حالا به قولی فیک میکردنش ساختار یه کلاس رو. پیشرفته تر که شد جاوازکریپت، حالا جاوازکریپت که نه، برنامه‌نویسا یکم مثلا بیشتر فکر کردن، دیدن که خب از همون ساختار پروتوتایپ میشه خیلی خوب استفاده کرد. این چی؟ یعنی اومدن گفتن که خب یه فانکشن داریم ما که میاد dist.type رو مساویه حالا تایپی که ورودی گرفته میذاره و حالا کار دیگه میشه، یعنی میشه پارامترهای بیشتری هم حالا اساین کرد و کار مختلف باش کرد و میاد میگه که اون ربیتی که یه تابع بود بیا برو تو پروتوتایپش تابه اسپیک رو مقدار دهی کن. مقدارش چیه این تابه؟ خب درست کنید تا وقتی که این نبود این دیسته اولا به چیزی اشاره نمی کرد. خب یعنی اینجا پروتوتایپ هم براش می سازه، اگه اشتباه نکنم حالا میتونیم تست کنیم، هم این که تابع اسپیک رو اضافه میکنه بهش. یعنی عملا الان دیگه ربیت حالا با آر بزرگ یه آبجکته
که میشه اینجا با همین object.create به عنوان یه پروتوتایپ ازش استفاده کرد و یه object ساخت که هم تابع speak رو توش داره، هم مقدار type رو توش داره. حالا جاوسکریپت برای اینکه این کار رو راحت تر بکنه یه کیورد به اسم new تعریف میکنه که شما دیگه عملاً با شکل و قیافه همون کلاس ها توی زبون ها دیگه میتونی ازش استفاده بکنین و یه object بسازین. اینجا یعنی میاد یه آبجکت از اون پروتوتایپ رابیت میسازه، مقدار حالا تایپش هم بهش پاس میده و میرزه توی ورد رابیت و نهایتا اینجا برامون صحبت هم میکنه. دالر ساین. خب ببینید ما یه استرینگ داریم، خب میخوایم بینش یه چیز دیگه بزنیم. این بالا اگه دقت کنید من مثبت گذاشته بودم، میگفتم که های این متغیر های رو بذار، بعد به اضافه اون قسمت حالا یه استرینگ بهش اضافه کن، دوباره دیستات عدد بهش اضافه کن میره جلو. ولی به جاش اومدم اینجا از بکتیک استفاده کردم. وقتی از بکتیک استفاده کردم حالا میتونم بیام توی این بکتیک نه تنها از خود کوتیشن استفاده بکنم که همونجوری میبینی اینجا این کوتیشن گذاشته دور های، بلکه میتونم از متغیرهایی که حالا خارج از این استرینگ هستم اون تو استفاده کنم که به جای کل این به جای کل این دالر ساین پرانتز داخلش چیزی میاد، مقدار اون یه چیزی میذاره که من حتی این تو اگه اشاره کنم میتونم اکسپرشن هم بذارم. بله اکسپرشن هم قشنگ ایوالویت میکنه و میذاره جاش. اوکی الان متوجه. خب الان اگر پروتوتایپ نذاریم چی میشه؟ امتحان میکنیم. آره تعریف نشده در نظرش میگیره، یعنی اینجا که میخواد فراخوانیش بکنه میگه اصلا یه چیزی وجود نداره. چرا این کار رو کرده؟ بذارید من یکم نگاه کنم. آها آها اینجا نیو میره این فانکشنه رو فراخوانی میکنه، خب و این فانکشنه عملا یه آبجکت نیست که ما بخوایم یه اسپیکی بهش اساین کنیم. خب همجوری گفتم اینجا نیازه که واسه پروتوتایپ هم ساخته بشه و چون اساین نمیتونه بکنه یا شاید اصلا به جای دیگه حتی اساین میکنه میاد میگه که ما یه چیزی نداریم. بذارید اینو یه جور دیگه ببینم چی کار میشه کرد بتونیم بفهمیم این توش دقیقا چی کار میکنه. rabbit.speak رو فراخوانی کنیم. the undefined rabbit says. خب کاملا الان متوجه شدم. ایوان خب این نیو گفتم میره از روی یه پروتوتایپی یه آبجکت میسازه. وقتی که ما این رابیت بزرگ رو فراخوانی میکنیم اینجا میره همین تابع و فقط و میداره و اعمال میکنه و این رابیت دات اسپیک توش نیست. خب در واقع این رابیت دات اسپیک رو که استفاده میکنم اینجا خودش میاد با آر بزرگ یه آبجکت میسازه و اسپیک رو توش اد میکنه. خب و واسه همین هم هست که میبینید اینجا اسمش هم یعنی تایپش هم undefineده. میدونید چی میگم؟ یعنی این یه آبجکته، این یه آبجکت ورجبید یه آبجکته. خب که الان این چون توش اسپیک نداره اینجا تایپ ارور میده، میگه اصلا این فانکشن وجود نداره. این قسمت خودش یه فانکشنه
و فراخوانی شده دیگه. اجازه بدین. الان متوجه شدین چی شد؟ خیلی بغرنج توضیح دادم. یعنی اینو خودم متوجه شدم. دوستان کسی هست متوجه شده باشه؟ اون متوجه شدین؟ خب. خب خدا شکر. کسی هست متوجه نشده باشه؟ آقای من میشه یه بار دیگه توضیح بدین؟ من ببینم که اون چیزی که من گفتم و دقیقا شما گرفتین یا نه. اینطور که من متوجه شدم قضیه اینه که وقتی ما این کانستراکتور رو میایم صدا میکنیم، خب برمیگرده از اون فانکشنه فقط اساین میکنه اون خصوصیات رو، ولی وقتی که اون توی پروتوتایپش از قبل گذاشته باشیم کلا به خصوصیات اون کانستراکتور هم انگار اضافه شده. حالا حتی یه حدس دیگه هم میزنم، اگه یادتون باشه اون بحث که آقای عسکری میگفت که وقتی یه وریبل تعریف میکنه انگار اینو برمیداره میکنه میاره نول، فکر میکنم این اتفاق میفته. یعنی این آبجکت ساخته میشه قبل از اینکه اسپیکی بهش اسان شده باشه و بعد بقیه کار انجام ده. هم میگه که وجود نداره اصلا. خب اگه اینطوریه پس چطور وقتی پروتوتایپ میذاریم به این مشکل نمیخوره؟ خب همون بحث قبلی شاید هم هست. بزنین رو یه امتحانم بکنم همچنان به مشکل میخوره. اطلاق خب حالا پروتوتایپش رو بزنیم. اوه حالا میگه این تعریف نشده است که اگه اینو کامنت کنم. آره همون موردی بود که گفتم، یعنی برگردم بقیه. وقتی این پروتوتایپ نداره یه آبجکت واسه خودش میسازه و rabbit.speak رو مساوی اون میذاره و این آبجکت جدیدی که قرار بسازه رو از روی این فانکشن فقط میسازه. ولی اینکه اسمشون یکیان خیلی جالبه که مشکل ایجاد هم نمیکنه. یعنی خب وقتی دات اسپیکش رو فراخوانی کردم مثلا میبینه اتمنا تو این نیست، همینو فراخوانی میکنه. همینه نکتش، یعنی دفتی به اون بالا بردن هم نداره. هویسینگ بود اگه اسم نکنم اسمش. خب این اوکی شد. پروتوتایپ رو برش کردم، میخوایم بعدم ببینید هم متوجه شدن. بله شد. خب حالا از خود کلاس بخوایم استفاده بکنیم. همونجور گفتم یک کنستراکتور داریم ما، که نکته که این کنستراکتور داره اینه که وقتی ما با کیورد نیو میخوایم که یه آبجکت بسازیم از روی آبجکت بسازیم از روی این کلاس، میاد این کانستراکتور رو فراخوانی میکنه. یعنی عملا این کانستراکتور بایند میشه به اسم این کلاس. یعنی هر جا این پرسنه مثل تابع فراخوانی شد، مثل تابع فراخوانی شد انگار این کانستراکتور فراخوانی شده و مقدارهای آرگومان‌های جلوش پاس داده میشن به این کانستراکتور. و خب یه کنستراکتور ساختم، یه تابع اسپیک ساختم و اینجا هم فراخوانیشون نکردم ساختم، در واقع دو تا آبجکت مختلف ساختم. حالا هم این آبجکت هم مثل اون قبل که دو تا آبجکت جدا از هم اتریبیوتاشون کاملا با هم جدا از هم جدا بودن، از هم جدا بذارین. الان پارسا رو
همین کار رو سعدیم بکنم. حافظه شون از هم جدا سنید. دو تا آبجکت کاملا مجزا. خب اول آقای آدوان پرسیدن که فرق نداره که از کلاس استفاده کنیم یا از پروتوتایپ. فرق داره. ببینید من گفتم اون زمان که نبوده با پروتوتایپ سعی کردن که شبیه سازیش بکنن. خب سوال شما هم هست خانم بورگی، جواب سوال شما هست، سعی کردن اونجوری پیاده کنن. بعدن اومدن کلاس رو اضافه کردن و یه سری چیزهای بهتر بهش اضافه کردن. حالا جلوتر اون چیزهای بهتر میگم. یه چیزایی هست که تو پروتوتایپ نیست، شما میتونید از پروتوتایپ استفاده بکنید واسه اینکه فانکشنالیتی ابتدایی کلاس رو پیاده سازی بکنید. اما جلوتر که برین واسه چیزهای پیچیده تر مجبورین کد بیشتری بزنید و یه سری چیزهای کلاس اصلا از پایه پیاده سازی بکنید، حتی که جلوتر بهش اشاره میکنم. ولی خب میگم این بیس این کلاس هم همون پروتوتایپ ها دیگه، یعنی فرق چندانی نداره. الان متوجه شدین؟ آره قطعا کلاس راحت تره، قطعا کلاس راحت تره. پروتوتایپ گفتم برای اینکه متوجه بیس ماجرا بشین، اگر نه تقریبا قرار نیست استفاده بکنیم ازش. خواهش میکنم، خواهش میکنم. کسی سوال داره در این باره؟ نداره؟ میشه سوال داشته باشین؟ چون اسم کنم که نمیدونم. خب 36 دقیقه هم فرصت داریم. بفرمید یادم پور آسد جان. نه همونجوری گفتم اینا کلا پابلیکن. من الان دقت کنی از این بیرون اصلا اسپیکو فراخوانی کردم، یعنی پابلیکی که میشه بیرون فراخوانیش کرد. صداتون یه لحظه وصل کنید. بفهم الان متوجه شدین اینجا رو؟ آره متوجه شدم. من چون بکن جاوا داشتم خب همچین کاری میکردیم، یک کانستراکتور با همون اسم کلاس درست میکردیم که فقط اون کانستراکتوره که دسترسی داره به محتویات داخل اون کلاسه. من فکر کردم همچین کاری کردیم اونجا. احتمالا به طور پیش‌فرض خب همه اون اتریبیوتاتون پرایویت بودن، اینجا نه پیش‌فرض همه پابلیکن. آره شاید هم همین باشه. کنستراکتور هم واسه دسترسی اینا نیست، واسه همینه که ما میخوایم آبجکت بسازیم بتونیم یه سری اینیشیالیزیشن ها رو اول انجام بدیم. یعنی مثلا من میخوام یه سری مقدارها رو همون اول که آبجکت ساخته میشه بهش پاس بدم و توش ذخیره کنم. واسه همین نیاز دارم که کنستراکتور تعریف کنم همه اون فعالیت هایی که موقع اینیشیالیزیشن نیاز دارم که انجام بشه رو اون تو پیاده سازی بکنم. یعنی اینجا همجوری هر چی بنویسم همون دفعه اول که آبجکت ساخته میشه اون همه اونا اعمال میشه. اوکیه؟ درسته. منتها چه فرقی داره اگه ما همجوری مستقیم به اسپیک همینا رو بگیم؟ یعنی فرقش چیه که از کانستراکتور استفاده میکنیم؟ یعنی اینو مثلا ببرم اینجا و نیمم بگیرم. آره دقیقاً مثلا همون اسپیک نیمم بگیره. امتحان کنیم. نمیدونم تا بیلن کنستراکتور میشه یا نه. خب شما به اسپیک الان فقط های و پاس داریم. چی؟ آره الان دارم فیلم کنم. نه خب حالا یه کاری که هر آقا مومین الان درسته دیزن پترن سینگلتون هست که اصلا ساخته یه دونه آبجکت از کلاس میده.
من متوجه منظورتون نشدم. خب ولی یه مسئله که هست اینه که من الان با هر بار فراخوانی تابع باید اسمم بهش پاس بدم، در حالی که اسم یه چیزی که یک بار نیاز مقداردهی بشه و بعدا ازش استفاده بشه یا حالا تو موارد خاصی مقدارش تغییر بکنه. اما شما هر بار این تابع رو فراخوانی بکنید ناچار باید اون مقدار چیزم بهش پاس بدین، عملا از کلاس هیچ استفاده ای نکرد. حالا آقا مبینه این میشه صداتون رو وصل کنید، من این که شما گفتینم دوست دارم بدونم که چیه. ای داد. خب یه چیزی متوجه شدم از این حرفشون، میخواییم اون توضیح بدم؟ آره شما بگو حالا ببینیم چی میشه. موقعی که من حالا جواب می نوشتم گفته بودن که برای اینکه ما با یه چیزایی فقط دسترسی داشته باشیم فقط می‌تونیم از یه کلاس فقط یه اینستنس بگیریم، یعنی فکر کنم این حرفشون اینه که یه پترنیه که از هر جا از این کلاس نشه استفاده کرد. اگه درست میگم مثبت بذارید. آره دقیقا همین شکلی. نشه هر جا استفاده، این چی؟ من خب الان دوتا آبژکت روش ساختم. نه خوب. توی زبونهایی که حالا مثل جاوا و اینا به این شکل بودش که مثلا من میخواستم از رمزهام، رمزهایی که توی اپلیکیشن هم استفاده میکنم خب یه جا فقط بهش دسترسی داشته باشم، نمیخوام که همه کلاسهای من یا همه فانکشنهای من بدونن که آقا اصلا همچین چیزی هست. میتونستم از اون کلاس فقط یه آبجکت، یه اینستنس بگیرم و با همون یه دونه فقط کار کنم و فقط اون اینستنس دسترسی داره به اون. خب این همون انکپسولیشنه که توضیح دادم که گفتم پرایویت میکنیم، یعنی شما حالا نمیدونم چرا این کار میکنیم، میتونستیم تو همون اون یه دونه از اون کلاسای دیگه یه سیستم پرایویت بسازین و اینو بزنین تو همون پرایویته. فکر میکنم با این ساخته میشه درست میشه. نمیدونم تا الان امتحان نکردم، همیشه این روشه بوده همه این پترنه. البته میدونی چیه، تو جاوا اسکریپت ما آبجکت رو همینجوری داریم، این چی میگم، یعنی شاید تو اون زبان نمیشه آبجکت ساخت که نیازه که یه کلاس بسازیم حتما و از رو اون آبجکت بسازیم. البته من جاوا کار نکردم نمیدونم، شاید به خاطر این نباشه واقعا، ولی حالا این کلیه چیزی که من فکر میکنم همینطوره. خب پس میشه گفت جاوا اسکریپت این کار رو واسه ما راحت‌تر کرد، دیگه نیازی نیست حتما واسه هر آبجکتی یه دونه بسازم. خب حالا میخوام در مورد پلیمورفیزم صحبت کنم. کیا در مورد این شنیدن یا میدونن که چیه؟ خب تقریبا همه میدونن. پلیمورفیزم یعنی چند ریختی. با این مثالی که میزنم الان فهم کنم دیگه، حالا البته یه نفری هم که نمیدونست. آره از چیزهایی که تو شیگرایی هست. حالا تو کتابم یه حرف جالبی زده بود، گفته بود که انکپسولیشن و پلیمورفیزم میخوان که کلاس ها رو حتی امکان از هم جدا کنن و بینشون ارتباط رو کم بکنن، برخلاف اینهرتنس شیگرایی که میخواد ارتباط برقرار کنه بینشون، که جلوتر صحبت میکنم چیز جالبه. خب من یه کلاسی دارم به اسم شیپ و این قراره واسه من شکل بکشه. خب و میخوام یه سری کلاس هایی رو از روی اون بسازم که توی کلاس ترینگل هم مثلا وقتی درا شیپ رو میزنم مثلث واسه من بکشه، تو کلاس سیرکل هم دایره هم وقتی میزنم واسه من دایره بکشه و تو کلاس دایمند هم لوزی بکشه واسه من. دقت کنید من یک کلاس شیپ دارم که میخوام هر وقت اون تابع دراش رو تو هر کدوم از اینا فراخوانی کردم همون رو بکشه واسه من. آسر جا شما گفتی نایده بودی تا حالا الان ترمون توجه چیه؟ آره هستش، یعنی توی من خودم تو سی دیدم، تو پایتون تا حالا استفاده نکردم ازش، تو سی دیدم و چیز
اوکی. حالا یه سوال، سوالی که خود کتاب مطرح میکنه، میگه فرض کنید ما توی این تابعی که ازش این کلاس ها رو، توی این کلاسی که این کلاس ها ازش ساختیم یه تو استرینگ داریم و توی این کلاسی زیری هم میخوام یه تو استرینگ بسازم. خب که مثلا من تاریخ رو وقتی میزنم تو استرینگ میاد مثلا میرسه 11، بعد میرسه شهریور، بعد میرسه 1300 و مثلا 98، در صورت که اینا جدا بودن از هم و نمیشده ازشون، یعنی نمیشده استفاده کرد. واسه من اومدم متد تو استرینگ رو نوشتم که یک جا کنار هم اینا رو به من برگرد. اما حالا من میخوام از همون متد تو استرینگ جدم هم استفاده کنم، یعنی اونی که تو اینم ازش استفاده بکنم. اون خودش یه تو استرینگی داشته که یه کارایی داشته و من اون کارایی هم نیاز دارم، ولی با این حالت عادی نمیتونم از اون دیگه استفاده کنم، یعنی اوورراید میشه، این جای اون نوشته میشه و هر وقت من درا شیپو یا تو استرینگ و توی این پایینیه فراخوانی بکنم مال خودش فراخوانی میشه، دیگه مال اون پدر استفاده نمیشه. یکیش رو میبریم تو پروتوتایپ. نه همچنان این مشکله هست، یعنی عملا این پروتوتایپه، میدونی چی میگم، این پروتوتایپه و از اون پروتوتایپ این کلاس ها یا این آبجکت ها ساخته میشن. بله صداتون بس کنید بفهمید. منظورم اینه که الان شما اگه تو اون کلاسی که خود شیپ هست تو استرینگ رو داخل پروتوتایپش گذاشته باشید نه به صورت عادی، بعد تو اون کلاسی که مثلا تو تراینگل بیاید یه تو استرینگی تعریف کنید خارج از پروتوتایپ. اینطوری اگه تو استرینگ رو خالی صدا بزنید اونی که خارج از پروتوتایپ صدا زده میشه، اگه دات پروتوتایپ دات تو استرینگ بزنید اونی که مال کلاس پدرش بوده صدا زده میشه. متوجه شدم. من اینو نمیدونستم، جالب. حالا تستش کردین؟ بله چیزهای مشابهی استفاده کردم. اوکی. اما ساختاری که حالا خود جیس تعریف میکنه سیمبول ها که یونیکن، یکتان و قابل دوباره تعریف نیستن، یعنی شما اگر که حالا خود کتاب مثال زده بود جالب بود، میگه که تعریف یه سیمبول مساوی مساوی مساویه، تعریف همون سیمبول بکنید فالس میده. چرا؟ چون یه بار تعریف میشه، دفعه دوم دیگه حالا یه نال برمیگرده یا ایرور یه همچیزی برمیگرده، اجازه نمیده دوباره روش ساخته بشه. اسمشون میتونه با متدامو یکی باشه، یعنی مثلا من الان همین یه تو استرینگ دارم که یه متد از جدم اومده، میتونم یه سیمبول تو استرینگم تعریف کنم و از اون سیمبول استفاده کنم یا از اون متد استفاده کنم، هر کدوم که خواستم، و این تداخل اسمشون باعث میشه اوورراید بشه. واسه نوشتن اینترفیس خیلی خوبه، حالا جلوتر میگم چیه. کانست، حالا یکم سخت بود تا بفهمم چی نوشتی. کانست نه اصلا ربطی نداره، به نظرم به اون ربطی نداره. حالا میگم چیه که از این میشه این کمک رو گرفت که دسترسی استاندارد تعریف کرد واسه متدهای کلاس و متدهای جدش هم بشه بهش دسترسی داشت. حالا این چجوریه؟ من چطتون رو دست دادم. اما به این عکسی که فرستادین چیه؟ آه برای جاوا هست. خب بعدا دوستان میتونن نگاه کنن. خب پولیمورفیزم. آه من یادم رفت ادامه داشتیم سلاید. خب سیمبل ها رو تعریف کردیم که یه همچین ساختاری هستن و سینتکسش حالا تو کد بهتون توضیح میدم.
متشکرم مبین. حالا بعد کلاس میبینیم، الان نمیدونم وقت شاید کم بیاد. خب یا خدا متنش اشتباهه. خب این مثلا اصلا در نظر نگیرین. Data to interface. خب من همونجور گفتم این سیمبولا واسه ساختن رابط یا همون اینترفیس خیلی خوبه. خب نه این راز نیستش، کشتی. واسه این اینترفیس ها خیلی خوبه و یکی از اینترفیس هایی که این باگ اسلاید منه، آره دقیقا باگ، کپی پیست کردم بیارم متنش رو عوض کنم. یکی از اینترفیس های خیلی پر استفاده اینترفیس ایتریتوره و همونجور که میدونید ما وقتی فور یا آف استفاده میکنیم توی فور، نه ببخشید همون استرکچر فور و آف رو که استفاده میکنیم روی یه آبجکت یا روی یه آرایه، میاد این اینترفیس ایتریتورش رو فراخوانی میکنه و این اینترفیس ایتریتور یه چیز ایتریبل برمیگردونه که یعنی قابل شمارش. شما به طور عادی حالا آبجکت که به طور بسیار دیفالت داره، اما اگه یه کلاس بسازیم، مثلا یه کلاس بسازیم که یه ماتریس دو بعدیه، وقتی بخواید روش فور بزنید دیگه آبجکت به آبجکت بهتون بر نمیگه، یعنی میگه اصلا من چیکارش کنم، نمیتونه بفهمتش. خب واسه همین ما میتونیم بیاریم واسه اون ماتریس دو بعدی یه اینترفیس ایتریتور بسازیم و تعریف کنیم که هر وقت یه نفر یه فوری حالا خواست روش ایتریت بکنه چجوری از اون ایتریشن استفاده بشه. خب حالا یه مثالی که هست که الان هم سینتکس سیمبول رو میبینید هم استفاده از ایتریتور رو دید. اومدم گفتم که یه استرینگ اوکی دارم و یه سیمبل روش میخوام تعریف کنم، سیمبل ایتریتور، که البته چون استرینگ از پیش تعریف شده یعنی صرفا میرم فراخوانیش میکنم، یعنی این براکتی که گذاشتم واسه فراخوانی یه سیمبله، سیمبله ها رو هر اسمی که داشتن توی براکت که بذاریم با اون میشه بهش دسترسی داشت و همینه فرقشون با متودا، یعنی متودا رو با دات ما فراخوانی میکردیم، سیمبولا رو با براکت باید فراخوانی میکردیم. که حالا گفتم از تو سیمبولای این استرینگ برو ایتریتور رو ورد بیار بریزیمش توی اوکی ایتریتور. خب و این ایتریتور استرینگ یه فانکشن نکستی داره که هر بار فراخوانیش میکنم در واقع مقدار بعدی رو به برمیگردونه. اون اولش توهیه و چیزی بر نمیگردونه، اما نکست رو که میزنم یه بعدی او رو به برمیگردونه. بزن اصلا کدش رو ران کنم اینجا ببینیم. ببینید یه آبجکت برگردونده که دانش فالس، یعنی هنوز تموم نشون نرسیده به آخر و او که اولین حرفش. یه بار دیگه که next رو فراخوانی کنم دوباره یه بار یه روش iterate میکنه، یعنی یه دونه میره جلو که رو به هم برمیگردونه، یه بار دیگه که این کار میکنم undefined رو برمیگردونه و دانش هم true میشه، یعنی دیگه تموم شد. این دقیقا اتفاقی که واسه for میفته، یعنی for میاد هر بار یه next روش ایجاد میکنه. این که سیمبول چیه رو جلوتر بازم توضیح میدم، حالا الانم بعد از این تمام شد توضیح میدم انشالله که جا بیفته. امتحان میکنم اگه یه بار دیگه بنویسم، فکر نمی کنم شاید هم ایرور بده، نه ایرور نمیده، همچنان undefined درست هم هست دیگه چون تعریف نشده بعدی و true هم هست، این تموم شده. خواهش میکنم. خب فور ها داشتم گفتم فور میاد هر دفعه این دات نکستش رو فراخوانی میکنه، ولیوش رو ور میداره میبره تو حالا فور استفاده میکنه و شرطش هم چجور چک میکنه، میاد دانو بررسی میکنه، میگه اگه فالس بود حلقه رو ادامه بده، اگه ترو بود از حلقه بپر بیرون. الان این سیمبول ایتریتور رو اینجا متوجه شدین همه؟ خود سیمبول نه،
سیمبول ایتریتور که چجوری کار میکنه. خب خوبه. خوبه. چرا از فور استفاده نمی کنیم؟ ما گفتم توضیح میدم چه کاربردی داره سیمبول. ببینید گفتم ما مثلا میخوایم که یکی از متدهای جدمون رو استفاده کنیم، از سیمبول ها هم استفاده کنیم. یکی از کاربردش اینه که میتونیم با همون اس یه فانکشنالیتی دیگه استفاده کنیم. خب البته این خیلی پیش پا افتاده است، یعنی واقعا اون کسی که اتنا سیمبول رو ساخته میگه که من اینو واسه این نساختم، بهش بر میخوره شاید. نکته این سیمبول ها اینن که میشه توی اون پروتوتایپ یه سری تغییرات ایجاد کرد که اونا مفید باشن. آره مثلا میشه نحوه فرزدن رو آبجکت رو عوض کرد با عوض کردن همین تابع سیمبول دات ایتریتور. خب حالا مثلا من اینجا بزنید بریم تو مثال، شاید راحت تر متوجه بشین. یه کلاس ساختم به اسم ماتریکس. خب یه ماتریس 2x2ه، میگم 2x2 دو بعدیه و خب ستش میکنیم یه جوری و هر وقت خواهیم فراخانیش بکنیم از این تابع گت استفاده میکنیم. کنستراکتورش هم اینطوریه که یه طول و یه عرض و یه ارتفاع میگیره و میاد محتواشو توش با دو تا حلقه پر میکنه که حالا چیز خاصی نیست، این صرفا پیاده سازیشه. ولی یه نکته که اینجا وجود داره اینه که من ماتریس دو بعدی رو با استفاده از ماتریس یه بعدی پیاده سازیش کردم. متوجه میشین چطوریه؟ ببینید اومده وای ضرب در ارز رو به اضافه ایکس کرده، یعنی میگه اگه من سطر سومم، خب یعنی زیرو بیس هم هستی، دقت کنید، دو تا به اندازه ارز برو جلو، ایکس تا به اندازه ستونم دوباره برو جلو، اونجا یا المنت رو فراخوانی کن. المنت چیه؟ المنت یه تابعیه که موقع به کنستراکتور پاس میدم که حالا بازم میگم چیز مهم نیست، یه مقداری نه اصلا میتونم یکش کنم اینا. خب مهم نیست. و هر وقتم خواستم که یه حالا کوردینیت رو یه مختصاتی روش مقدار دهی بکنم با استفاده از این ایکس رو باز از این تابع ست میکنم و بخوام بگم هم از گیت استفاده کنم. تا الان متوجه شدین که این ماتریس ما چطوری پیاده سازی شده؟ این نحوه پیاده سازی که اینجا میبینید پیاده سازی سطح پایینیه که تو زبان سی هم استفاده شده، یعنی چیز عجیب غریبی نیستش. البته اونجا از فور استفاده نمیشه، یه کار دیگه انجام میشه که اوردرش اوردر یکه، یعنی اگه بخوایم با فور بهش دسترسی داشته باشیم، نه اینم او یکه، اینم او یکه، ببخشید اینم او یکه، چون یه محاسبه ریاضی فقط انجام میده. این دقیقا همونه. کسی هست این متوجه نشده باشه که ما چی کار کردیم؟ element یه تابعه که من پاس میدم به کنستراکتورم. خب حالا اینجا به طور دیفالت گذاشتم، اگه چیزی بهش پاس ندادم بیا بذار هر x و y undefined برگرد. میتونم بگم بذار x و y x به اضافه y رو برگرد. خب اون وقت اینجا میاد element x و y رو تو این حلقه پاس میده به element و مقدار برگشت که x به اضافه y رو میریزه توی اون خونه x و y. الان متوجه شدین؟ خب خواهش میکنم. کسی هست همه متوجه شدین؟ الان اگه میشه مثبت بفرستین که متوجه بشه. خب
خب حالا حالا بیاین اینجا را نیا کنید. من این ماتریس رو مقدار دهیش میکنم و میگم که یه ماتریس دو در دو بساز و توی هر خونش بیا بنویس ولیو. حالا اگه صفر و صفره صفر و صفر، ولیو صفر و یک، ولیو یک و صفر، ولیو یک و یک، همجوری تا آخر که حالا دو در دو تا میشه. روش میخوام ایتریت کنم، ارور میده، میگه ایتربل نیست، ماتریس ایتربل نیست. خب واسه اینکه ایتربلش کنم، حالا این کدی که در من نشونتون میدم کد خود کتاب ها، یعنی توضیحی که روش میدم منگار که توضیح رو کتاب دادم، خیلی فرق داره. میام یه کلاس میسازم خب که این کلاس قرار نقش ایتریتور رو واسه من بازی بکنه. یه تابع next واسش تعریف کردم، همجوری گفتم خود ایتریتور برای next داشته باشه. اولیش هم که x و y و 0 میذارم که یعنی برو از اولین خونه شروع کن و خود ماتریکس هم بهش پاس دادم، مقدار دهیش کردم. حالا میگه اگه که تموم شده بودم، رسیده بودم به آخر آخرش، return کن true، یعنی تموم شده دیگه. یه مقدار ولیو بود داشتیم که یه ایکس و ایگرگ و این دوتا اندیسشن، دقت کنید دوتا اندیسشن، این ولیوه یه از اینجا برمیگرده که یه دوتاییه خیلی بالا پایین شد. اینجا تعریف کردم اینو برمیگردونه. دقت کنید اینجا که مقدار دهی میکنم این میره تو تک تک خونه ها اونو میذاره و نهایتا اینجا که من میخوام گتش کنم همون مقدار رو برمیگردونه تو ولیو. پس چی شد؟ اندیس x، اندیس y و نهایتا ولیوش رو میریزم توی object value اندیس x شم. x رو یه دونه میبرم جلو، اگر که رسیده بودم به تا ایکسش رو صفر میکنم، ایگره رو برمیگردونم جلو، یعنی برمیگردم به سطر بعدی که حالا اینم باز ایتریتور نکته ای نداره، یعنی یکم بخوندش متوجه میشین، خیلی هم بد دارم میگمش واقعا. نهایتا ریترن میکنی ولیو رو و دان مساویه فالس. خب این کلاسی که واسه ایتریتور ساختم و حالا میام ماتریکس دات پروتوتایپ، دقت کنید اینجا دیگه با دات نمیتونم برم تو، باید حتما از براکت استفاده کنم. میگم سیمبل ایتریتورش رو بیا مساوی این تابع بذار. تابع چیه؟ اینو ریترن میکنه، یه اینستنس از این کلاس ایتریتور نمون ماتریکس ایتریتور. حالا الان که ایتریتور ساختم، پس این فوره دیگه نباید is not iterable ارورش رو نشون بده. دقیقا میاد تک تک بارها next رو فراخوانی میکنه، این value رو برمیگردونه و اینجا چاپش میکنه. الان متوجه کاربرد سیمبل شدین؟ دوستان بقیه هم جواب بدن. خودش رو چطوری بگم؟ خب اینا نیستش.
خب شما هم درست متوجه نشید. آها خب من اول جواب آقای ارجمند آسجاد بدم. ببینید ما یه سیمبولی واسش تعریف کردیم به اسم ایتریتور. خب یه فور وقتی میخواد روی یه مجموعه، حالا آبجکت آرایس هر چیزی هست، ایتریت بکنه، پیمایش بکنه، خب آره واقعا کانفیوزینگ جاوا اسکریپت، واقعا کانفیوزینگ جاوا اسکریپت. وقتی میخواد روی یه همچین چیزی ایتریت بکنه، میره ببینه آیا سیمبول ایتریتور داره یا نه. خب اگه نداشت میگه لاتیس بده، اگه داشت میره اونو فراخوانی میکنه. خب حالا این سیمبول ایتریتور ما چیه؟ یه تابعه که توش یه آبجکت داره. صدای من کم شد؟ الان صدا میاد؟ خب میاد. حله اوکی، حالا یه لحظه قطع شده بوده، ادامه بدیم. آقا سجادی متوجه شدین چی میگم الان؟ چجوری متوجه میشه؟ به طور پیشفرض خودش میدونه باید بره نکست رو صدا بزنه و ما موظفیم که نکست رو اینجا واسهش پیاده سازی کرده باشه. خب حالا خواهش میکنم خانم بوریایی میشه بفهمین کجاش رو درست متوجه نشد؟ آه شما متوجه شدین. خب آقا مبین الان میمونه. اینو اجازه بدین فردا بیشتر درمش صحبت میکنم، فردا ادامه قرار بدم دیگه. الان میترسم هرچی بگم هم خودم گیشتر بشم هم شما. میگردم دنبال یه مثالی که قشنگ خود سیمبل رو هدف گرفته باشه و نشه چیز دیگه توش وجود داشته باشه، بهتون نشون میدم. خب آره اینم فکر بدی نیست، میتونیم فردا شما هم یه صحبتی بکنید. خب یه مسئله دیگه ای که توش مطرح میشه گترها و سترهان. این گتر و سترها برای این گتر و سترها برای شبیه سازی خصیصا استفاده میشه. یادتونه گفتم که نمیشه توش پارامتر تعریف کرد توی کلاس، خب به خاطر محدودیت های زبان، اما از این گتر و سترها میشه استفاده کرد برای اینکه شبیه سازیش کرد. خب قبل اینکه بریم سراغ بعدیش بریم کدش هم نگاه کنیم. خب من تو این کد چیکار کردم؟ بعدم گفتم یه کلاس ساختم. خب کنستراکتورم اسمشو میگیره و لاست نیم و مساوی توهی میذاره. یه اسپیک ساختم، میاد میگه که فلانی فلان حرفو زد. حالا از اون گتر و ستر اومدم میخوام استفاده بکنم. ببینید ما تا قبل از این بذار من چند خطی کامنت کنم. اینم کامنت کنم. ببینید ما یه همچین قابلیتی نداشتیم خارج از یه کلاس. خب الان اینجا حتی ایرور هم نداد، دستش درد نکنه. بذار پس اینو تست کنیم، اگه جواب درست بده که خودم با بکشم. خدایا خب اینو میزنم لسنه. مشکل اینه که الان گتر و ستر رو میخواستم توضیح بدم ولی گتر و ستر انگار که خودش پیاده سازی شده. آره به نظر میاد چیست همینه. اونم سورپرایز آره جاوا اسکریپت. نه میدونید منظورم چیه؟ ببینید از بیرون از
یه کلاس نمیشه واسش یه اتریبیوت جدید ساخت، یا حداقل میتونم بگم که بذار اینو امتحان کنم اینجوری بگم شاید یه فرجی بشه. خب فامیلی شما رو خیلی میخوام برگردنه آسان جان. خب اینجوری بگم، ببینید ما با دات میتونستیم توی یه آبجکت خب مقدار متد جدید بهش اضافه کنیم، یعنی متد فامیلی رو قبلا نداشت، بگیم که این فامیلی رو نه تنها ایجاد کن، بیا توش این مقدارم اضافه کن. خب الان کلاس ها دو تا مفهوم ساخته شده از قبل دارن، بیلتین دارن به اسم set و get، که اگه قبل اسم تابه بذارین یه همچین چیزی واسش تداعی میکنه. چی؟ میگه set چیه؟ میگه هر وقت دیدی دات گذاشت اونو گذاشت و مساوی گذاشت، بیا این کار رو انجام بده. دیگه نمیره یه اتریبیوت فامیلی بسازه و مقدار اون اتریبیوت فامیلی رو بذاره یاهویی. خب میاد میگه که this.lastname رو مساوی اون استرینگ که بهش پاس دادید، تازه پاس هم ندید، دقت کنید مقدار دهیش کرده. یعنی یه جورایی ما میتونیم الان تغییرات ایجاد بکنیم توی اون حالت داتی که فراخوانی کردیم، و این میره lastname رو مقدار دهی میکنه، که دقت کنید اینجا من lastname من فراخوانی کردم قشن فامیلیم رو چاپ میکنه. و حتی اینجا من میذارم فامیلی parser.family. خب این بازم همون چاپ میکنه. چرا؟ در واقع این میره نمیاد که خب آبیت پارسا فامیلی نداره پس من هیچ کار نمی کنم. خب میاد میگه تابه گت منو فراخوانی بکن، و این تابه گت من ریترن میکنه last name. خب حالا الان چیزی که میخوام تست کنم اینه که این نباشه، دوتام نباشه دیگه، این باید به جان خودم ایرور بده undefined. آره این میگه که تعریف نشده است، اما وقتی اینو میذارم باشه بعد کنید توهی برگرده اینجا، چون هیچی نیست. الان تعجب برمیگرم، میره اون last name رو برمیگرم، دیگه نمیگه undefined. متوجه این شدین؟ خدا شکر. کسی سوالی داره؟ دوست داره چیزی بیشتر بدون یا چیزی بگه؟ ادامه بدیم. خب یه مبحث استاتیک هم تعریف میکنه جاوا اسکریپت، میگه که برای شبیه سازی وجود چند نوع کانستراکتور. خب این چند نوع کانستراکتورا تو حالا مثلا سیپل من خودم دیدم، توی پایتون یادم نمیاد. تو سیپل اینطوریه که مثلا ما اگر که یه متغیر میتونیم 4 تا تابه بنویسیم عیناً شبیه هم، ولی متغیرهای ورودیشون فرق کنه. خب یکیشون مثلا یه دونه اینت میگیره، یکیشون یه اینتو یه وید میگیره، یکیشون یه اینتو یه آرایه میگیره یا یه پوینتر میگیره. خب این سه تا تابه بسته به این که با اینکه اسمشون یکیه ها، بسته به این که با چه ورودی های ما فراخوانیشون میکنیم توابع مختلفی فراخوانی میشن. یعنی سیپل میاد نگاه میکنه که ورودی چیه تا بره اون تابه که میخوای فراخوانی بکنه. اینجا الان همینه، میتونیم چند نوع کنستراکتور ما شبیه سازی بکنیم اینجوری که این خب تابع تقریبا همون قبلیه، یعنی چیز خاصی نداره، یک کنستراکتور داریم که درجه سلسیوس رو ورودی میگیره و مقدار دهیش میکنه. اگه بخوایم مقدار فارنهایتش رو پس بگیریم محاسباتش انجام میدیم پس میدیم، اگه بخوایم مقدار فارنهایتی بهش پاس بدیم، یعنی بگیم که بیاین مقدار فارنهایت رو مقدار جاگذاریش کن، خب میاد محاسباتش رو باز انجام میده، میذاره تو هم سلسیوسه. و ها این تابع استاتیکه، میگه که من میخوام
ها این نکته دقت کنید، من الان یه دونه آبجکت میسازم، باید درجه سلسیوس بهش پاس بدم چون سلسیوس ذخیره سازی میکنه. حالا اگه بخوام فارنهایت بسازم چی؟ این پیشنهاد JS این قابلیت رو در اختیار ما گذاشت که میتونیم با کیورد استاتیک یه تابعی بسازیم که اینجا ازش استفاده کردم. خب میگم temperature رو dot from Fahrenheit، این تابعه رو فراخوانی کن و صد رو بهش بده. این صد چیه؟ صد فارنهایته. میاد اینجا، خودم میام محاسباتش رو انجام میدم، یه دونه نیو از همین temperature میسازم، یعنی یه آبجکت از خود این کلاس میسازم و برش میگردم، و وقتی برش میگردم میاد میریزه این تو. خب یعنی عملا انگار که دو نوع کانستراکت دارم، یه دونه با سلسیوس کار میکنه، یه دونه با فارنهایت. خب حالا نکته چیه؟ نکته اینه که وقتی استاتیک استفاده میکنم، قبل از اینکه آبجکت کلاس ساخت، آبجکتی از روی کلاس ساخته بشه، اون استاتیک وجود داره، واسه همین میشه فراخوانیش کرد. آره وابسته به اینستنس. دقیقاً دقیقاً همینه، درست گفتی. آمر همونجوری میبینید خیلی خوب و ترتمیزم کار میکنه. این کار کردن با کلاس ها راحت هم کنه، یعنی شما یک کلاسی مینویسین و خب بقیه از این اینترفیس خیلی راحت هم میتونن استفاده بکنن. خب کد بعدیم همون ادامه درس. اینو متوجه شدن همه؟ من حس میکنم اینو واقعا خوب توضیح دادم، یعنی حتی چیزی هم نداشت، واقعا چیزی نداشت. مورد گنگی هست برای کسی؟ منفی بزن اگر که نیست. مورد گنگی هست؟ خب دوستان باقی هم لطفا جواب بدن. کلاس هم یک همی گذشت، حالا سریع پیش بریم. مورد گنگی نیست. خب دیگه آخرش آخرش خودم نباید خسته بشم. متاسفانه کلاس فردا یه مقدار هیجان انگیزتره، چون توش یه چیزای خوبی سعی کردم طراحی کنم. خب شیگرایی، شیگرایی میگم شیگرایی وراثت، اینهرتنس یا وراثت. یه کار خوبی که واسه همون میکنه اینه که خب مثلا یه کلاس نوشتیم یه عالمه اتریبیوت داره، میخوایم از اون اتریبیوت ها توی یه کلاسی هم استفاده کنیم، نیاز نیست دوباره بریم بنویسیمش و میشه ازش از همین استفاده کرد. و راز ندن امروز و فردا، راز یکی، یه راز کنن تو امروز و فردا هست. فردا آخر سر میپرسن ازتون که ببینم کسی فهمیده یا نه. یه کلاس میتونه تمام محتوای کلاس دیگر داشته باشه و این دیاگرام رو بهش دقت کنید. چی شد آقا مهران؟ سوالی پیش اومد؟ نکته پیش اومد؟ آقا سجاد شما چی شد؟ نمید راز ماجرا ادامه بدیم. خب یه نکته هست، این دیاگرام رو حالا نگاه کنید، یا حالا گراف رو نگاه کنید. یک کلاس وقتی از یک کلاس دیگه ارث میبره، یک کلاس وقتی یک کلاس دیگه ارث میبره، به اون کلاسی که ارث برده میگن زیر کلاس، ساب کلاس، یا و به اون کلاسی که ارث داده محتویات خودش رو میگن ابر کلاس یا سوپر کلاس. خب این هم یادتون باشه تو ادبیات حالا کتاب اینا زیاد دیده میشه. و یه اپراتور داریم به اسم instance of، کلت حروف کوچیکه اینجا، خودش اوتومات کپتالش کرده، که به هم میگه، به همون میگه که آیا این instance از اونیکی هست یا نه. instance یعنی چی؟ یعنی ارث برده از اون یا نه. و ما میتونیم true false هم برمیگرده، میتونی بفهمیم که یه کلاس یا کلاس دیگر ارث برده یا نه. خب جایزه خب او نه اینو نبینید، این نبینید، بینید فعلا اینجا. نه نه خسته
یه لحظه اگه خسته باشین عذر میخوام البته. خب خسته باشیم آره، یه چند از خسته باشیم دوستان، من تمرکزم چیز شد. خب آها، میخواستیم بگیم که ارث بری چه شکلیه. ها خب باید برم ماتریکس هم این بالا فعال کنمش. تریتور رو من میخواست نه خب فکر کنم الان این کار کنه ارور نده. خب من اومدم کلاس عجیبیه نمیدونم شه، من اومدم یک کلاسی ساختم خب و بهش گفتم این کلاس سیمتریک ماتریکس یا ماتریس متقارن خب اکستند میکنه ماتریکس رو. خب ماتریکس همون کلاسی که قبلا نوشتم، میخوام اکستندش کنم. یعنی چی؟ یعنی حالا برخلافه برگردیم این دیاگرامی که اینجا نوشتم، اکستند که یعنی گسترش دادن. خب میاد میگه که این کلاس ماتریکسی که بوده میخوام گسترشش بدم. خب دقیقا همینه ها، یعنی برعکسن این دوتا، حالا با هم قاطیشون نکنید. اما وقتی ما یه چیزی رو به ارث میبریم ازش، در واقع همه اون چیزا رو داریم و وقتی یه چیزی بهش اضافه میکنیم اضافه تر میشه دیگه. قبول دارین؟ شاید هم واقعا من اشتباه میکنم ولی فکر میکنم که همینه، یعنی انشالله که خستگی به من چیره نشده. خب اگر اشتباه بود حالا فیلمو علی آقا میبینه و فردا بهمون گوشزد میکنه. درسته خب انشالله کم تر. خب پس همه اون اتریبیوت های ماتریکس رو دارم، گتش رو دارم، ستش هم دارم، کنستراکتورش هم دارم. خب اما حالا من میخوام یک کنستراکتور جدید واسش بنویسم که سایز رو بگیره و المنت رو بگیره. اون قبلی چی کار میکرد؟ قبلی عرض و ارتفاع رو میگرفت و element رو، یعنی اون تابع رو میگرفت، اما اینجا نه، فقط میخوام سایز رو بگیره و element رو. حالا دوستان سیمتریک قطریه فکر کنم، نه اشتباه گفتم متقارن. آره متقارن، نه نه متقارن نه، حالا نمیدونم. میاد میگه که آره مربعی هم باید بشه، نه نه درسته متقارن، درسته متقارنه. خب میاد میگه که من واسه سیمتریک ماتریکس هم یه سایز ورودی میگیرم و یه تابه. همجوری که میبینید اینجا سیمتریک که تعریف کردم به جن که هم ویت بگیرم هم هایت بگیرم فقط یه سایز گرفت. بعد میگه بیا برو کنستراکتور بابام و جدم و صدا کن، کسی ازش بیرس بردم، با سوپر این کار میکنه. خب با کلید واژه سوپر میاد میگه سایز رو بهش بده، سایز رو بهش بده و این تابه. این تابه چیه؟ میگه اگه x کوچیک‌تر از y بود element y و x رو برگردون، اگه بزرگتر یا مساوی بود element x و y رو برگردون، که آره همون متقارن درست از روی این فرمول. و این انگار که override میشه خب constructorش. اینجوری تونستم به کنستراکتور جد من دسترسی داشته باشم. حالا میخوام تابع گتو نمیخوام دست بزنم، میخوام همون باشه پس کاری باش ندارم، ولی تابع ست هم میخوام اوررایدش کنم. میگم چی؟ میگم برو تو سوپر تو جدم ستش رو بیار، بیا اینو ست کن، همون x و y و value رو. اگر x مخالف y بود y و x رو هم باید مقدار دهی کنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه متغیر یه خونه عوض میشه باید متقارنش نسبت به قطر اصلی رو هم عوض کنیم که متقارن باقی بمونه و اینجوری کاملا جاگذاری کردم و تونستم یه کلاس سیمتریک ماتریکس که ارث برده از اون کلاس ماتریکس رو بسازم که کاملا متقارن. چرا دو تا سایز نمیشیم واسه سوپر؟ آها ببینید کنستراکتور جدمون چی بود؟ دو تا ورودی میگرفت، یه دونه وید میگرفت، یه دونه هم element. خب
ولی کنستراکتور جدیده ما چون باید مربعی باشه فقط یه سایز میگیره، ولی وقتی میخواد جدش رو صدا بکنه هم طولش رو باید سایز بده هم عرضش رو باید سایز بده. الان اوکیه؟ آیا یاسم متوجه شدین؟ خب نمیشه همیشه همین کار رو با فانکشن کرد، یعنی اون کلاس جد یه فانکشن باشه و اون فانکشن رو ما صدا بزنیم باش کار کنیم. ببینید در مورد کنستراکتور فکر کنم نمیشه این کار رو کرد، ولی بزنیم امتحان کنیم. الان من این کنستراکتور رو پاک کنم، البته میدونید ما اوورایدش میخواستیم بکنیم دیگه، خب اینم نکته است، ولی الان اینو کنستراکتورش رو برمیدارم، اینو 5 و 5 بازم کار کرد. خب یعنی الان من برای اینکه با این کلاسی که ارث برد از اون بتونم کار بکنم باید حواسم باشه به همون فانکشنای اونا، که خب اینم مسئله است. مثلا اینو پاک کنم دیگه، آره بزن اینو پاک کنم، فکر خوبه. الان کلاس عملا هیچی نشده، قبل هم کلاس قبلیه. آست هم نکردم مثلا. الان اینجا من یه چیزی رو تغییر بدم، ماتریکس دات سیت چی رو سیت کنیم؟ میگم که 2 و 3 رو ولیوش رو بذار 5. خب اینجا من 3 و 2 رو فراخوانی میکنم. این 3 و 2 رو برگردون، درسته؟ حالا من این 3 رو برمیگردم سر جاش که اون حالت سیمتریکی که میخواستم اوورراید بشه برقرار بشه. 5 رو برمیگردونم. چرا؟ چون رفتم 2 و 3 رو 5 کردم، اینجا تو ست خودم اومدم قرینشم دوباره ست کردم 5 و نهایتاً اون اتفاقی که میخوام میفت. متوجه شدین همه؟ دوستان اگه همه متوجه شدین یه نفر یه مثبت بفرستین، اگه سوالی هم نمونده دیگه، یعنی سوالی اگه هست بفرمایید دیگه، واسه امروز بس. قول میدم فردا کلاسی کمی جذابتر هرجنگیستر باشه، یه رو من کلاس بیشتر شد عوض میخوام ازتون. بفرمایید سجاد، صداتون رو باز کنید بفرمایید. خدا قوت. یه سوال داشتم، ما خب برای کلاس نمیتونیم خودمون متد اضافه کنیم دیگه، همونطور که دیدیم امکانش هستش که با گتر و ستر یه کاری بکنیم که بشه، یعنی خودمون متد بعدن به کلاسمون اضافه بکنیم، مثل تو پایتون یه همچین قابلیتی داره فکر کنم. متد رو که میتونستیم اضافه کنیم، چیز رو نمیتونستیم، وریبل نمیتونستیم اضافه کنیم. خب بذارین اینجا من یه تستی نوشته بودم، کجا بود؟ اینجا بود. خب یعنی میگه مثلا این پاک شده باشه، درست میگم؟ همین منظورتون بوده آسجا؟ یعنی الان last name وجود نداره، last name اینجا وجود نداره، خب و من اینجا مقدار دهیش که میکنم مقدار دهی میشه. البته همین بود منظورتون، مثلا منظورتون بود که من یه تابه اضافه کنم بزنیم. نه تابه نه، منظورم که مثلا شما بخواید یه متغیر دیگه هم اضافه بکنید این کار کنه، لازم نباشه که مثلا برای اون متغیرم ما بیایم یه ست جدا بنویسیم یه گت جدا بنویسیم. من فکر کنم به طور پیش‌فرض اصلا این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. اوکی الان؟ آره. این ستر و گتر حالا میشه گفت مثلا واسه خانه‌ای بیشتر و البته
کاربرد دیگه هم داره. یعنی من خیلی کاربرد خیلی ساده ازش استفاده کردم و این کاربرد خب میشد بدون ست و گت هم استفاده کرد. حتی من فکرم نمیشه بدون ست و گت اگه باشه. این کاری کردم، من امتحان کردم دیدین دیگه الان فانک رو اینجا وجود نداشت اصلا، مقدار دهی کردم و فراخوانیش هم کردم. این به خاطر اینه که آبجکت عملا دیگه، یعنی اینستنسی که از روی کلاس میسازم یه آبجکته و آبجکت این ابیلیتی رو داره. متوجه شدم، خیلی ممنون، خواهش میکنم. مورد دیگه هست دوستان یه واکنشی شون بده، خیلی خواهش میکنم. سلامت باشین، سلامت باشین. خب بفهمید آن مهران، بفهمید ببخشید وقتتون گرفت. نه خواهش میکنم شفی، الان تو همین مثال قبلی که زدید یه دونه تابر رو ما خودم اضافه کردیم آبجکته، بعد الان برای اینستنس های دیگه هم اضافه میشه یا نه فقط مخصوص همون آبجکت؟ فانکو میگم. نکته خوبی گفتین، من فکر میکنم که فقط برای همونه. البته دقت کنید اصلا من اینجا زدم دیگه پارسه دات فانک مساوی ای، خب یعنی به این آبجکت اضافه میکنه، ولی اگه گتر و ستر باشه، گتر و ستر واسه همه آبجکت ها هستن، ساخته میشن. ممنون، دست شما. خواهش میکنم. خب بفهم ناصر جان، بفهم. ببخشید حالا صحبت کردن، فکر میکنم اگر به جای parser.func مثلا اسم خود کلاس رو ما بنویسیم person.func، فکر میکنم به خود کلاسمون اضافه بشه، درسته یا نمیشه؟ امکانش نیست. من بعید میدونم، بذار امتحان کنم. چون اگه اینطوری باشه برای اینستنس های دیگه هم هستی فعال میشه. این چیز خیلی عجیبیه. البته خب الان چجوری اینو بفهمم؟ پارسا داد میشه یه اینستنس دیگه بگیریم ازش؟ نه نه، همین اینستنس هم هست. آره. خب این که undefineده، ولی یه نکته ای الان اینو ببرم قبل از آها، قبل ساخته شدنش دیگه، درسته؟ آره بذار اینم امتحان کنم، بازم undefine نمیشه این کار کرد. ممنون، خواهش میکنم. این کار میکنم چی؟ یا خدا، توی پایتون هم دقیقا همچین قابلیتی داره کلاساش. این خیلی عجیبه، الان نمیدونم این پرسن رو، اگه پرسن رو آبجکت در نظر گرفته که احتمالا آبجکته، این منطقی به نظر میاد. حالا اینم باز آقای عسکری بهتر میدونه، ایشون خیلی کورسش میکنه به آبجکت، احتمالا همینه. آره این که شما میفهمید درسته، دارن چون مثل آبجکت میخوام ازش استفاده کنیم کورسش میکنه. خب ولی من تعجب میکنم چرا اینجا پس اینو اضافه نمیکنه بهش. یه متد استاتیک ساخت؟ نه اصلا متد که نساخت. آقا مهران شما مطمئن اینه که میگین متد؟ نه آخه چون که الان شما رو هر کدوم از اون اینستنس ها امتحان کردید نشد، ولی رو خود پرسن شد، احساس کردم که شاید استاتیک باشه. نه نه ربطی به استاتیک نداره، همون کورس اتفاق میفته به نظرم، به نظر من کورس اتفاق میفته. خب مورد دیگه هستش؟ من جایی که محل مناقشه باشه، الان میشه گفت تقریبا همه چیز رو شما در مورد object oriented میدونید توی جاوا اسکریپت هم بسه دیگه. خب خیر انشالله. اوکی دیگه،
دیگه واقعا خسته نباشید. خب